عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایی که شما بینندگان گرامی، با 22 برنامه در 22 خرداد ما مهمان خانه شما هستیم. پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب و تحلیلی بر مسائل سیاسی دوران حکومت او، 21 جلسه رو خدمت شما ارائه کردیم. امروز جلسه 22 است که طبق روال گذشته این مبحث رو ادامه خواهیم داد برای فهم باوری که بسیاری از شیعیان نسبت به یک حکومت آرمانی دارند. یعنی ایدئولوگ‌های اسلامی همیشه سعی کردند حکومت علوی رو به عنوان یک نمونه آرمانی از حکومتی که میتواند بر روی زمین شکل بگیره معرفی کردند، و بعضا هم دیدید در قبل از سال 57 تئولوگ‌ها، ایدئولوگ‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی آرمان‌های خودشون رو بعضاً در برخی از همین شخصیت‌های اسلامی از جمله علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، پیامبر اسلام و دیگران جستجو می‌کردن. و هدف ما در بازشناسی باورها طبق اسنادی که ارائه می‌کنیم این است که نشان بدیم آیا واقعاً این باورها درست بوده. جامعه علوی آن جامعه‌ای با این کارکردهای مطلوبی است که ما می‌خوایم؟ حتی در همان زمان هم آیا این کارکردها مطلوب بوده؟ خلیفه‌ای که نزدیک به 5 سال، حدوداً 4 سال و 10 ماه خلافت کرد، آیا توانست در دوران خودش یک حکومت با ثبات ایجاد بکنه؟ چه اندازه از این مشکلات و موانع حاصل اندیشه ها و کارهای او بوده؟ و چه عواملی از بیرون بر او نفوذ کرد؟ عواملی که از بیرون آمدن آیا اجتناب ناپذیر بود یا نه میتونه جلو اون رو بگیر؟ اینا بحثایی است که ما امروز ادامه خواهیم داد. در این نوبت پیشین بحث بدعت و سنت رو به اتمام رساندیم، یعنی جایی که سعی کردیم تبیین کنیم حکومت علوی یک حکومت بنیادگراست، یک حکومتی است که مناسبات عصر خودش رو درک نمی‌کنه، بلکه سعی می‌کنه با ارجاع به متون گذشته جامعه خودش رو بر همون سیستم و همون ارزش‌ها و هنجارها سازمان بده. یعنی اگر ما امروز مشکلی رو می‌بینیم در جمهوری اسلامی که در قانون اساسی خودش و قوانین موضوعه مثل قانون مدنی، قانون مجازات و دیگر قوانین احکام دینی رو وارد کرده و ما به دنبال این هستیم که برویم به سمت یک حکومت اسلامی یا حکومت اصیل اسلامی مثل حکومت علی ابن ابی طالب، آیا اوضاع بهتره؟ بنابراین کسانی که ما رو ارجاع میدهند به یک حکومت دینی یا حکومت اسلامی از این نکته غافلند که ارزش‌های مد نظر علی ابن ابی طالب هم همین ارزش‌هایی بوده که جمهوری اسلامی در صدر تحقق اون هست. بنابراین حکومت‌های بنیادگرا که بر اساس یک بنیانی مثل قرآن یا سنت یا بعضاً اندیشه‌هایی که در کشورهای دیگر نسبت به بنیادگرایی هست داره رخ میده، یک عدم تناسبی میان ارزش‌های امروزی با آن جهان گذشتگان هست. به همین دلیله که این جوامع کارایی ندارن، کارکرد ندارن. شاید برای مدتی بتوان مردم رو جذب کرد، اما به مرور ضعف‌هاش آشکار میشه. این پدیده در مشروعیت‌های سنتی هم وجود داره، یعنی جوامعی که نه از بعد دینی بلکه از نظر تاریخی میخوان برگردن به دوران باستان. حالا هر جامعه تاریخ خودش رو داره. از این نکته غافلند که ارزش‌های آن زمان تناسبی با ارزش‌های امروز نداره. هنجارهای آن زمان مناسبتی با هنجارهای امروز نداره. انسان‌های امروز خیلی متنوع‌اند. بعضن دیدید خیلی‌ها میگن ما اصلا جوان‌های امروز رو درک نمی‌کنیم. دلیل اینه که اونها انقدر ارزش‌های خودشون رو قوی می‌دونن که فکر می‌کنن میشه اون ارزش‌ها رو به کودکان امروز هم حقنه کرد، بر اونها بار کرد. و این تضاد نسلی سبب شده که کار به نزاع برسه. دلیلش هم اینه که پدران هویت فرزندان امروزشون رو درک نمی‌کنن.
میخوان باش بجنگن، میخوان کودک رو همان گونه تربیت کنن که خودشون بنابر اون سنت های خودشون میپذیرن. بنابراین تفاوتی از نظر ماهوی نمیکنه. همان خطای ذهنی که یک اسلامگرا به اون معتقده، یعنی بازگشت به بنیانها، در اندیشه سنتی هم وجود داره. یعنی در اندیشه سنتی تاریخی ایرانی هم بازگشت به ایران باستان خطاست. شیرینه گفتن این حرفا، خیلی جالبه. ما هم تاریخی داشتیم، ما هم بزرگانی داشتیم، بله. همونها محصول زمان خودشان بودن. امروز شما نمیتونید تحت اون حکومت زندگی بکنید. نشدنیست. شما میتونید اونها رو به عنوان خاطره، به عنوان یک میراث فرهنگی بپذیرید. درک کنید که جوامعی که شما در اون زندگی میکنید از چه سختی ها و مصائب و مشکلات عبور کرد. اما اجرای اون جامعه ما رو به هیچ جا نخواهد رسوند. این اشتباهی بود که در زمان رژیم گذشتم صورت بندی میشد، در زمان جمهوری اسلامی هم صورت بندی میشد. بنابراین هدف تعصب نیست، هدف این است که جامعه مطلوب بسازد. برای ساخت جامعه مطلوب باید با مقتضیات زمان حرکت کرد. هر جامعه‌ای که سعی کرده به گذشته بازگشت کنه، شاید برای 10 سال 20 سال تونسته خودش رو اداره بکنه، اما به مرور دیگه اون گفتمان قدرت نداره که به پرسش های امروز پاسخ بده، در نتیجه فرو می پاشه. در دوران زندگانی علی به کوفه نظر انداختیم. حکومتی که او ایجاد کرد، نگاه بسیار سفت و سخت امنیتی در فضای کوفه رو باز کردیم. مناسباتش با ایرانیان، که چرا ایرانیان بعضا دست به قیام می زدن به خاطر اون فضای خاص مالیاتی که جنگ طلبی علی سبب می شد. در درون خود نیروهای مخلص علی انشقاقی که ایجاد شد به خاطر اون کدورت ها، حب و بغض ها، نوع جناح بندی ها که نتوانست مدیریت بکنه و ما دیدیم بعضی ها از او جدا شدن، تشکیکی که در حکومت او شد. بحث بنیادگرایی او رو مطرح کردیم و حال به دنبال این هستیم که نشان بدیم وقتی جنگ صفین قصد آغاز شدن داره چه مسائلی رخ میده که تا حدود زیادی نتیجه اون جنگ رو هم به ضرر علی میکنه. از محیط کوفه کمی بیرون بیایم و بریم ببینیم در شام چه خبره، در جایی که یک آلترناتیو در حال شکل گیری است. این کلمه آلترناتیو رو ما امروز زیاد میشنویم، اما آلترناتیو نیاز به یک گفتمان داره، نیاز به تهیه عده و عده داره، یعنی مردم و اموال، یا به نوعی حالا اون ثروت دارایی، نیاز به استمرار و مبارزه داره. این چگونه داره در شام شکل میگیره؟ من روی چه پایی سواره؟ اینها به ما کمک میکنه. اگر کسانی میخوان به دوران معاویه نگاه بکنن از این دوستان شیعه ما، بلافاصله صحبت از نیرنگ و حیله و مسائلی از این دست نسبت به معاویه میکنن که معاویه همه رو با پول خرید. دیدید دیگه این تعابیر ساده سازی مفاهیم سیاسی و اجتماعی رایجه، که معاویه پول میداد علی پول نمیده، معاویه دروغ میگفت علی دروغ نمیگه. نه، اینگونه نیست. اولین پایه‌ای که گفتمان معاویه در حال شکل گیری است این نیست که معاویه خودش رو خلیفه بدونه، نه، چون میدونه وقتی من خلافت رو ادعا بکنم دیگران به طرف من نمیان، چون من در درون اون کانتکس مشروعیت ساز قرار نمیگیرم. تو ما عرض کردیم تا آن زمان مشروعیت بر این بود که خلافت باید در درون نیروهای نزدیک به پیامبر اسلام جای بگیره، یا از طریق نسب یا از طریق شورا، یعنی کارهایی که خلفای قبلی انجام داده بودند. هرچند این نظریه بعدها تبیین شد توسط بزرگان فقه سیاسی اسلامی، اما در اون زمان چون اجرا شده بود مردم این رو میپذیرفتند. کما اینکه در حکمیت هم بحث همین شد، حتی در صلح حسن با معاویه هم بحث بر سر این بود که بعد از معاویه کار به شورا واگذار بشه. بنابراین اینا مفاهیم آشنای آن زمانه. معاویه دست نمیذاره روی خلافت، چون میدونه وقتی مدعی خلافت بشه اولا مشروعیتش رو نداره، در اون جایگاه نیست که این رو بخواد، و دوما
در درون اون جامعه معاویه متهم به کینه و عداوت میشه، یعنی کسی که به دنبال طلب مقامه، و خب خیلی ها طبیعی است که نسبت به او تن بزنن و بگن که نه، تو به خاطر حب مقام میخوای ما رو به جنگ با علی ببری. پس نیازه که در بحث گفتمانی او وارد یک مفهوم دینی بشه و خودش رو محق بدون، و دقیقا همین کار رو میکنه. میخوام نشان بدیم زیرکی ها در کجا داره نطفه بندی میشه، شکل میگیره. معاویه دست میگذاره بر روی خونخواهی، همون چیزی که امروز دیدید جنبش دادخواهی معنا پیدا میکنه. خب یک خلیفه کشته شده، نه کافر بوده نه مشرک بوده، کسانی زیاده روی کردن و اون رو کشتن. مجوز قرآنیش رو هم در آیه 33 اسراء پیدا میکنه، یعنی جایی که برای اولیاء دم مقتول یک حق سلطه در نظر گرفته میشه. خب معاویه به راحتی میتونه از این طرفند استفاده بده. بعد از مرگ عثمان، نائله همسر او پیراهن خونی عثمان رو گرفت و به نزد معاویه فرستاد. توسط نعمان بن بشیر انصاری. معاویه اولین دستاویز رو پیدا میکنه و اون این که من طلب خون عثمان رو از علی خواهم داشت. اگر علی متهمه که خب نزد مردم کنار گذاشته خواهد شد به عنوان کسی که در قتل عثمان دست داشته، اگه متهم نیست اما افراد دیگر قاتلن، طبیعیه که من از علی بخوام اونا رو به من تسلیم کنی. در آن زمان تنها تهدید کننده، تهدید هیجیمیس به معنی محدود کردن، تنها تهدید کننده قدرت خلیفه احکام شرعی بود. یعنی شما بر احکام خلیفه نمیتونستید امر و نهی بکنید، تن بزنید، نپذید، مگر اینکه مخالف شرع. اونجا شما میتوانستید در برابر خلیفه بیستید و بگید که خب این حکمی که تو داری صادر میکنی درست نیست، چون ما یک نص روشنی در قرآن و سنت داریم، برای همین حرف تو رو نمیپذیم. پس طبیعی بود معاویه این رو هم فهم کنه. پس عناصر ایدئولوژیک و عقیدتی گفتمان خودش حاضره و اون خونخواهیه، اما نیاز به انسانهای خاصی هم داره. یعنی هر گفتمانی به راحتی صورت بندی نمیشه، شما نیاز دارید یه ایدئولوژی، یه تئولوژی، دیگرانی کنار شما قرار بگیرن، کسانی که یک جایگاهی هم دارن و میتونید از اونها استفاده بکنید. خب یکی از اون افراد عمرو بن عاص. عمرو بن عاص کسی است که در مکه دارای احترام بود، پدر او یعنی عاص بن وائل از بنی سهم بود، دارای ارزش، حتی این بحث های متعددی که در قرآن مطرح شد در مورد که محمد ابتر است، بنابر نقل قرآنیون و کسانی که به شأن نزول و شأن ورود روایات اشراف دارند، در حق عاص بن وائل یعنی پدر عمرو بن عاص آمد که نه او ابتره نه محمد. که البته خب میدونیم عاص بن وائل ابتر نبود، کمون که عمرو بن عاص پسر او بود، بعدها هم خود عمر فرزندان شاخصی مثل محمد و عبدالله و دیگران داشت. حالا وارد بحثش نمیشیم. بنابراین نشان میداد که از خانواده سرشناسی است. به خاطر زبان‌آوری او و مسائلی که او در زمان مذاکرات به خصوص از اون برخوردار بود، یک جایگاه برجسته ای داشت. حتی اگر کسانی که تاریخ اسلام خوانده باشن میدانن مکیان او رو فرستادن که تو برو با مردم حبشه صحبت بکن، برای اینکه اینها یعنی مسلمانانی که هجرت کردن برگرد، یعنی یک دیپلمات بود به اصطلاح امروزی، کسی که دیپلماسی رو بلد. و حتی محمد هم از او بسیار کار گرفت در فنون جنگ و کارهای دیگر. در زمانی هم او فاتح مصر بود، در مصر هم حکومت داشت در زمان عثمان. عثمان او رو خل میکنه. جالب اینه که عمرو بن عاص یکی از اولین کسانی است که به عثمان تن زده بود، و زمانی هم که عثمان رو میکشتن او در مدینه نبود، رفته بود در فلسطین
اونجا خب مزارعی داشتن یا فتوحاتی که انجام میدادن، یه بخشی از اموال مردم هم به عنوان غنیمت میگرفتن. علی هم همینطور بود، عثمان هم همینطور بود، همه این افراد از اموال مردم غنیمتی میگرفتن در مناطق خوش آب و هوا، مهاجرت میکردن در اونجا. اموال مثلا طلحه و زبیر در بصره معروف بود، در کوفه معروف. یکی از کسانی که متهم بود که مردم رو به نحوی بر علیه عثمان شورانده، نه به معنای اینکه برید بکشیدش، به معنای اینکه انتقاد میکرد به شکل شدید از عثمان، همین عمرو بن عاص بود، به خاطر اینکه عثمان او رو از ولایت مصر برداشت. اما معاویه با زیرکی سعی میکنه او رو به طرف خودش جلب، چون میدونه او اولا جزء صحابیانه، دوما در فنون جنگ بسیار خبره است، سوما او در مصر محبوبیت داره. خب مصر در اون زمان یکی از مناطق بسیار مهم استراتژیک بود که اگر میخواست جنگی رخ بده، شما نیازمند این بودید اون بخشی که به نوعی پشت سپاه شام هست در اختیار داشته باشید. معاویه به این مسئله نظر داره که مردم مصر امر رو میخوان. درسته که او یکی از طعن زنندگان بر عثمانه، اما من اختلافاتم رو حل میکنم. از اون عثمان هم به معاویه نیاز داره، چون میدونه که علی در دستگاه خودش او رو نمیپذیره، از اون طرف جزء کسانی است که ممکنه او رو هم متهم کنن به خون ریزی عثمان، یا حداقل جزء کسانی باشه که طعن میزد، انتقاد میکرد بر عثمان، و از طرف دیگر ممکنه از این جنگ و نزا بهره نصیبش نشه، بنابراین بهتره که به یک طرف بپیونده. اما این سیاست رو هم داشت که قبل از کمک کردن به معاویه سهم خودش رو مشخص بکنه، اون حکومت مصر. در واقع اون اشتراک منافع سبب شد به ظاهر دو دشمن مثل معاویه و عمرو کنار همدیگه بشینن. و جالب اینه که همین بی تدبیری علی سبب میشد که نزدیکترین یاران او از او جدا بشن. گرس کردیم مثلا در مصر قیس بن سعد بن عباده است، والیان علی بسیار آدم شایسته ای بود، اما آنقدر نزدیکان علی بدگویی کردند که او قیس بن سعد رو برداشت، یک پسر جوانی که پسر خواندهش بود، بی تجربه بود، مثل محمد بن ابی بکر، رو برد در مصر. خب این فضا، یعنی اشتراک منافع، به امر کمک میکنه و همینطور به معاویه که این دو به هم نزدیک بشن. در کنار همین مسئله افراد دیگری هم بودن مثل عبیدالله ابن عمر. خب نام عمر پرآوازه بود در اون زمان، به خاطر اینکه عمر رو خلیفه جهانگشای اسلام میدونستن، براش ارزش قائل بودن، احکام او، نحوه رفتار او، والیان او کسانی نبودن که به سادگی قابل چشم پوشی باشن. در این میان پسران عمر هم برجستن، یعنی عبدالله ابن عمر یکی از کسانی است که ویژگی های خاصی داشت، با اینکه در سیاست زیاد دخالت نمی کرد، اما تأثیری که او بر روی خلفا داشت خیلی برجسته بود. پسر دیگر او عبیدالله ابن عمره که به دلیل اون بحث های مربوط به قتل عمر و کشتن او هرمزان و دیگران، علی او رو تحت تعقیب قرار داد، گفت این باید قصاص بشه چون افرادی رو بی جهت کشته. عبیدالله رفته بود در کوفه، یک منطقه‌ای داشت بهش میگن کوفیفه ابن عمر، اونجا زندگی میکرد. زمانی که علی به کوفه آمد، عبیدالله مالک اشتر رو واسطه کرد که تو با علی صحبت بکن و منم قصاص نکنه، برای اولیای دم خلیفه بود، یعنی عثمان، که او هم از من گذشت کرد، چون این حق کسانی است که اولیای دم ندارن. وقتی هرمزان و جفینه کشته شدن، عثمان گفت من چون امیر مؤمنان هستم و اولیای دم کسانی هستم که ولی دم ندارن، من گذشت میکنم از خونه عبیدالله. این فش کرد به اصطلاح امروزی. اما علی گفت نه، او باید قصاص بشه. این نزاع برقرار بود تا اینکه 13 سال عمر بخش عثمان خلافت کرد. اما علی به جای اینکه سعی کنه این اوضاع رو مدیریت کنه،
بر روی قصاص به قدری پافشاری میکنه که عبیدالله هم میره به طرف معاویه. یعنی آرام آرام بی تدبیری علی سبد رجل معاویه رو داره فرم. حکومت های بی تدبیر انسان های استخواندار خودشون رو حذف میکنن، حالا یا با بی تدبیری یا از بابت اینکه خطری ممکنه متوجه اونها باشه، و بعد دست اونها خالی میشه. ببینید این روند در حال شکل گیری است. یعنی کسانی که کنار معاویه قرار میگیرن، به او یه وجاهتی میدن. در اون زمان مردم نگاه میکردن که صحابه محمد کجا میایستن و کدوم طرف هست. معاویه کسانی رو نداشت که داره وجاهت باشن، اما بی تدبیری علی داره آرام آرام این فضا رو ایجاد میکنه که این افراد از دوروبرش از کوفه خارج بشن، که بعضی هاش رو ما خواندیم، بعضی هم کسان به معاویه نپیوستن، بعضی هم به معاویه پیوستن. اما معاویه فقط به این نیروهای خارجی نگاه نمیکنه که یکی از فلسطین آمده دیگری از کوفه آمده، بلکه در درون خود شام هم سعی میکنه نیروهای قابل نفوذ رو جمع کنه. یکی از شاخصترین اونها که به هر حال کسی بود که به قول امروزی ما میگیم سرمایه اجتماعی، در اون زمان کسانی بودن مثل فقها، مثل رؤسا و شیوخ قبایل، اینا نفوذ داشتن در جامعه. یعنی اگه یک شیخی میآمد کنار معاویه قرار میگرفت، قبیله او و قبایل حلف او، احلاف او، یعنی همپیمانان او هم میآمدن کنارش قرار میگرفت. یکی از مهمترین امنای جامعه سوریه شرحبیل ابن سمت کندی بود، از بزرگان کنده که داره برجستگی و یک ویژگی های خاصی بود. او هم آمد در کنار معاویه قرار گرفت، منتها شروطی گذاشت که حالا ما میخونیم که این شروط در چه زمینه ایست. اونها هم به خلافت معاویه بیعت نکردن، اومدن و گفتن به دلیل خونخواهی این کار رو میکنیم، منتها قبلش شرطی گذاشتن که حالا اگر امروز فرصت بشه ما رو خواهیم خوان. نه، این نمایندگانی رو به سمت علی فرستادن که ما قصد جنگ با تو رو نداریم، ما حتی خلافت تو رو هم قبول داریم، با تو هم بیعت میکنیم، منتها عدالت رو اجرا بکن. یعنی همانطور که خودت روزی میآمدی و میگفتی عبیدالله باید قصاص بشه، یا جنگ جمل افرادی که نیروهای تو رو معتقد بودی کشتن باید قصاص بشن، خب عده‌ای هم عثمان رو کشتن، روی اونها هم باید قصاص بشن. بنابراین این بزرگان هم در درون جامعه سوریه یا شام آن زمان دارن مردم رو جمع میکنن به اینکه ما به دنبال خونخواهی هست، پس با رؤسای قبایل هم در حال رایزنی است. اما با زیرکی سعی میکنه از دستگاه های تبلیغاتی آن زمان هم بهره ببره. دستگاه تبلیغاتی آن زمان کیا بودن؟ شعرا، یعنی کسانی که با گفتن یک قصیده‌ای، یک شعری، قصد و نیت حاکمان و اون برنامه هاشون رو به عموم جامعه میرساندن. یعنی اگر امروز ما تلویزیون داریم، ایدئولوگ داریم و خیلی امور دیگر، آن زمان این کارها رو شعرا انجام میدادن. به همین دلیل کسانی که در مورد تاریخ اسلام مطالعه میکنن یا تضارب اندیشه های فرق مختلف اسلامی رو بررسی میکنن، نباید غافل بشن از اشعاری که شعرای اونها میگفتن. یعنی از نظر ما امروز شاید بی اهمیت باشه، میگه خب شعری گفته دیگه، مثلا در حالی که یک شعر فقط یک بیتش میتونست جنگ را بندازه. یکی از اون افراد کعب ابن جعیله، یکی از شعرهای برجسته آن زمانه، و معاویه سعی میکنه او رو در خدمت خودش بگیره. یک بخش کوچکی از قصیده اون رو میخونیم. قصیده یعنی که به قصد خاصی به کار رفته، یک مقصودی داشته، و غالبا همین اشعار وقتی در امر سیاسی به کار گرفته میشد برای مدح و ذم کسی نبود، بلکه سعی میکردن اوصاف اون شخص رو یادآوری بکنن و نشان بدن که
اصلا برای چی نیاز هست که شما در برابر این قوم و قبیله بایستید؟ هرچند مداهی و اینها بود، ولی بیشتر بود سیاسی داشت. خب یکی دو بیت ترجمهش رو میخونیم ببینیم که کعب ابن جویل چی داره میگه که مردم شام در کنار معاویه و به چه قصدی تجمع میکن. این کتاب وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقری. سرزنش کننده علی را سخنی نیست جز این که گوید علی به بدگویان پیوسته است. بدگویان یعنی کسانی که به عثمان دشمن نام میدادن و کافر میدونستن و ابو اقصا میدونن و امروز هم گناهکاران را برکشیده و به زیر بال و پر خود گرفته و حکم قصاص را از قاتلان برداشته است. منظورش از قاتلان عثمانه. در صفحه 88 نصر ابن مزاحم منقری مسئله رو آورد. بنابراین میبینید که کعب ابن جعی سعی میکنه در درون این اشعار نشان بده که علی اگر هم مقصر نیست، قاتلان عثمان رو پناه داد. اما همین نصر دوباره میاره در مورد سخنرانی معاویه در میان مردم شام. ببینیم مثلا او آیا در درون شام از همون ابتدا مدعی خلافته یا نه، سعی میکنه خیلی منطقی از یک طریق دیگری وارد شه. گفت، منظورش معاویه است: ای مردم شام، شما میدانید که من خلیفه امیر مؤمنان عمر ابن خطاب و خلیفه عثمان هستم. خوب دقت کنید، داره از نامهایی استفاده میکنه که اعتبار دارن، یعنی به نوعی در ذهن مردم مشروعیت حکومتداری خودش در شام رو داره نسبت میده به دو خلیفه بزرگ. همین تعابیر رو شما در جمهوری اسلامی هم میبینید. یه روزی اون آقای عباس واعظ طبسی، نمیدونم چند سال، 30 سال، 35 سال، متولی آستان قدس بود در مشهد، حالا سالش رو دقیقا یادم نیست، این آقا برای خودش امپراتوری درست کرد تو مشهد و اون کارش پیش برد و اینها. یه دی آمدن و گفتن که خب حالا این تولیت رو از این آقا بگیریم، برای این آقا خیلی سال اونجاست. گفت من متولی از سوی امام نامه دارم. وقتی این حرف رو زد هیچ کی دستش نزد. چرا؟ چون اون امام، یعنی منظورش خمینی بود، اگر شما جلوش وای میستادید یا بعدها حکم رو نقض میکردید، متهم به این میشدید که ظاهرا آن چیزی رو که امام صلاح دانسته شما نپذیرفتید. تا دیدی الان هم همینه میگن. اون میرحسین موسوی نخست وزیر امام، این تعابیر رو به کار میبرن برای اینکه ذهن مردم بره به سمتی که خب دیگه امام که اشتباه نمیکنه، خمینی است دیگه، ایشونو معرفی کرده، پس یه جایگاهی داره، یه اعلمیتی داره، یه برجستگی داره. ولی اگه بری نگاه بکنی دوران امامش خودش فاجعه بود، پر جنایت و پر انواع اقسام فساد. اما در درون ایدئولوژی ها به خاطر اینکه مردم یک سری افراد رو محترم میدونن، شما برای اینکه نشان بدید بلافاصله باید خودتو وصل کنی بون. علی هم این کارا رو میکرد. من برادر پیامبر هستم و نمیدونم دخترش در خانه من است و خانه ما پر وحیه و از این تعابیر او هم به کار میبرد. یعنی دغدی در درون این ایدئولوژی ها اینطوری شکل میگیره، سعی میکنن ذهن مردم رو مخشوش بکنن با شخصیت هایی که از نظر اون ایدئولوژی خیلی بزرگه. مگه شما میتونی جلو لنین باستی؟ لنین اینو برگزیده. لنین در وصیت‌نامه خودش، حالا این صحبت میاد داخل بد نیست چون پلی میخوایم بزنیم به زمان حال، لنین در وصیت‌نامه خودش خب یه بخشی از استالین انتقاد کرده بود که این آقا آدم تندیه و نمیتونم یه ایراداتی داره و اینا. وقتی وصیت‌نامه لنین رو خواستن بخونن، استالین اجازه نداد اون بخشی که
به نوعی حالا استالین لنین در موردش صحبت کرده بود رو به شکل واضحی برای مردم توضیح بدن. بنابراین چون میترسید وقتی صحبت بر سر این باشه که لنین در مورد این آقا اینو گفته، دیگه برای هیچ وقت کسی به او اقبال نمیکنه. همین طرفا الان ها هم وجود داره، یعنی الان هم اگه شما نگاه بکنید در جمهوری اسلامی حرف آقا، کلام آقا، منصوب شده آقا خیلی اعتبار پیدا میکنه. اصلا نیازش با شایستگی طرف رو بررسی کنید. آقایشون انتخاب کرد، آقا فرموده. معاویه داره از همین ترفندی که الان 1400 سال حداقل داره کار میکنه داره بهره میبره. یعنی میگه مردم، منی که دارید میبینی خودم از خودم تعریف نمیکنم برای شما، همینقدر بدونید عمر و عثمان من رو برگزیدن. خلیفه عثمان هستم که مظلومانه کشته شد و نیز میدانید که من ولی خون اویم و خداوند در کتاب خود میگوید و من قتل مظلومه. همون آیه 33 اسراء که هر کس مظلومانه کشته شد ما به ولی او حق سلطه یعنی تسلط دادیم، یعنی میتونه بره احقاق حق بکنه، قصاص بکنه یا میخواد ببخش. آن روز 400 تن یا شماری نزدیک بدان از اصحاب پیامبر خدا در مسجد حضور داشتند. پس کعب ابن مره سلمی بلند، حالا داره اشاره میکنه که کعب ابن مره هم سخنرانی کرد که بله منم شنیدم که پیامبر میگفت عثمان مظلومانه کشته میشه. پس مردم به معاویه دست دادن و با او بر این اساس بیعت کردند که در خونخواهی عثمان فرمانده باشند. پس مردم شام از ابتدا بر مسئله بیعت برای خلافت با او توافق نکرده بودند. بلکه بس خونخواهی بود، یعنی اگر علی می آمد و اون قاتلان رو قصاص می کرد که حکم قرآنی هم بود و باید این کار رو می کرد، دیگه معاویه وجاهتی نداشت که بخواد جنگ را بندازه. ببینید مسئله‌ای که من میخوام عرض کنم اینه که چگونه حاکمانی بیدرایت به جای اینکه 4 نفر رو محکوم کنند که باید هم محکوم کنند، نه اینکه مثلا من غیر حق باشه، نه اونو قاتل عثمان بودن، نه محکوم نمی کنند، ولی یک جنبش دادخواهی راه میفته تبدیل میشه به یک موج انقلابی که حکومت رو میگیره. به همین دلیل اهمیت داره این مسائل کوچک. خیلی از ما وقتی به انتها میرسیم تازه میخوایم فهم کنیم که این مردم از کجا آمدن، در حالی که اگر روز اول نگاه کنید یه نفر بوده، یه نفر تبدیل شده به 10 نفر، 10 نفر همینطور به شکل تصاعدی بالا رفت شد به یک جنبش انقلابی. اگر حکومتی جلوی فساد رو نگیره یک فاسد میشه 2 فاسد، اون هم کانونهای قدرت خودشو میسازه. مردم اینا رو میبینن میگن آقا این جلوی فساد رو نگرفته، اون فساد وارد بدنه جامعه میشه، یعنی در بخش معلمان بگیرید، کارگران بگیرید، اقتصاد بگیرید، صنعت بگیرید. خب کارگر نگاه میکنه میبینه این فساد باعث شده که زحمات او به هیچ دیده بشه، معلم همین فکر رو میکنه، اون شرکت نفتی همین فکر رو میکنه، گروه های مختلف اجتماعی همین فکر. همین ها کنار هم دیگه جمع میشن میبینن اه هممون درد مشترک داریم و اون فساد کلیست، یک فساد سیستماتیکه. در هر کشوری فساد وجود داره اما سیستماتیک وقتی میشه خطرناکه. یعنی شما دست روی هر منطقه‌ای میذارید میبینید یک نفر در اون حوزه داره کارهای خودش رو انجام میده بدون اینکه جوابگو باشه، پاسخگو باشه، و بقیه مردم احساس میکنن که این شخص داره اموال اونا رو میخوره، حق اونا رو از بین میبره، در برابر اونا میستن. با گروه های دیگر وقتی آشنا میشن میبینن درد همشون مشترک. بنابراین بسیار مهمه که یک حاکمی که درایت داره بدانه که این گلوله برفی ساده میتونه تبدیل به بهمن بشه. پس اون دوست شیعه ما که سخن از
حکومت علوی میکنه باید بدونه معاویه نمیتوانست مشروعیتی پیدا بکنه مگر اینکه ببینه اون جنبش دادخواهیش به نتیجه نرسیده. دیگران هم دارن میبینن، حالا ما به مرور میخونیم اینا رو، یعنی کسانی که دائما دارن میبینن که این حقی که از علی میخوایم جواب داده نمیشه، بنابراین میرن به طرف اون. در حالی که اگر روزی که عثمان کشته شد، علی اینها رو از خودش میراند کنار میذاشت، دیدید شعر کعب ابن جعید که علی به اینا پناه داده، اینا رو مورد حمایت خودش قرار داده. یه معاویه حقی نداشت سپاه جمع کنه. پس برگردید به علت اصلی. اینهایی که در صفین جمع شدن در کنار معاویه همه آدمای نفهم و بیشعور بودن، نمیدونستن جان خودشون رو دارن واسه چی میدن. همونطور که علی، حالا ما میخونیم بعدا، گفت بیایید برید به جنگ احزاب، اینا کافرن اینا مشرکن، معاویه هم با همین ترفندهای دینی اونها رو آورد. یعنی گفت آقا آیه 33 سوره اسراء رو بخونی، این خلیفه شما رو مظلومانه کشتن. بنابراین ما باید حق رو به جای خودش برگرد. پس مردم به معاویه دست دادن و با او بر این اساس بیعت کردند که در خونخواهی عثمان فرمانده باشند، که خود طمع خلافت ندارد، و سپس کار به شورا واگذار شود. یعنی خودشون هم اشاره کردن که معاویه تو حقی نداری که بخوای برای خلافت خودت اقدام کن، بعد از اینکه پیروز شدی کار باید به دست شورا. سنیم ابن قیس هیلاگی در کتاب خودش همین مسئله رو اشاره میکنه. نه همه منابع شیعی هستن که دوستان ما داریم میخونیم، یعنی ما از منابع اهل سنت نمیخونیم. هرچند عرض کردیم نگاه ما پژوهشی است، یعنی باید به اونها مراجعه بکنیم، ولی اونها هم چون همین ها رو میگن، ما ترجیحاً به خاطر محدودیت وقت از همون منابع شیعی میخونیم که دوستان شیعه که معمولا سختگیر هستن در مورد پذیرش خطاها، دائما هی بحث های متعدد مطرح میکنن که آقا این مال ما نیست اون مال ما نیست، بدونن که آقا منابع خودشون هم داره همین مسئله رو گزارش میکنه که این جنبش از ابتدا طمع خلافت نداشت، به مرور بزرگ شد. خب سلیم ابن قیس ادری چه آورده در صفحه 438؟ درخواست معاویه است: قاتلین عثمان را در اختیار ما بگذار و آنان را به ما تحویل ده تا در مقابل پسر عمویمان آنان را به قتل برسانیم و با تو بیعت کنیم و خلافت را به تو تسلیم نماییم. یعنی به صراحت میبینید که معاویه هم در نامه خودش داره اشاره میکنه قاتلین رو به ما بده، ما اینها رو به تو بسپرم. اما داستان به همینجا تمام نمیشه. معاویه واسطانی هم میفرسته که صحت گفتهاش مشخص بشه، یعنی به قولی امروز مثل داوران امروز، یعنی کسانی که میان مثلا با دولت جمهوری اسلامی صحبت میکنن که آقا یه گروهی هستن دادخواه هستن، یه گروهی هستن به حال نقض حقوق بشر در موردش صورت گرفته، شما به حرفانو گوش بده. وقتی سید علی خامنه‌ای گوش نمیده اونجا محکوم میشی در جامعه جهانی، بگن روز اول که محکوم نمیشی در مورد پرونده هستی. ده بار میان مذاکره میکنن با جمهوری اسلامی. اهمیت این مذاکرات دوستان برای چیه شما فکر میکنید؟ برای اینکه فردا وقتی میخوان تصمیم گیری کنن افکار عمومی رو مجاب کنن که آقا جمهوری اسلامی میگه امریکا با ما دشمنه، بسیار عالی، اما ما یک سازمانی داریم، یک سازمان مرزی و طرفینه، مثل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، مثل شورای حقوق بشر، مثل سازمان ملل، یعنی که سازمان بین‌المللی هم خود جمهوری اسلامی هم عضو شده. شما میگید امریکا با ما بده، اسرائیل با ما بده، بسیار عالی، اما کارشناسای ما رو چرا نمیذارید تحقیقاتشون انجام بدن؟
چرا به سوالات کارشناسای ما پاسخ نمیده؟ چرا گزارشات سازمان های مثل عفو بین الملل اینا رو توجه نمی کنه؟ اینا مگه با شما دشمنن؟ تو سازمان هایی هستن بعضا غیر دولتی یا دولتی، هم اگه هستن مستقلن از اون دولت ها، که خودتون عضو بشید، به همون گزارشاتش استناد میکنید. در اون زمان که این دستگاه ها وجود نداشت، اما افکار عمومی وجود داره. یعنی افکار عمومی باید به نحوی باشه که حقانیت شما مشخص بشه، نگن معاویه با علی کینه داشته. نه، شما همه این راه ها رو طی میکنید تا افکار عمومی رو مجاب کنید که علی نمیخواد با شما بشینه و عدالت رو اجرا بکنه. خب یکی از اون شخصیت ها ابو مسلم خولانی است، یکی از قاریان بزرگ قرآن در اون زمان، شخصیتی که کاملا مستقله. از سوی مردم شام فرستاده میشه برای اینکه بره با علی سخن بگه. میاد در کوفه، باز هم نصر بن مزاحمی مسئله را آورد. پس از تقدیم نامه به علی برخاست، به خطبه برخاست و خدا را سپاس و ستایش کرد. گفت اما بعد، اینا هیچ اول کنار معاویه نبودن ها، یعنی کسانی بودن که نزار رو میدیدن، میخواستن ببینن حق با کیه. گفت اما بعد، تو به تصدی کاری برخواستی و عهدهدار آن شدی که خداوند در صورتی که خود انصاف ورزی و داد دهی آن را برای دیگر کس نخواهد. میگه علی تو تصدی خلافتی کردی که حقته، اما به شرط اینکه داد بدی، عدل کنی، انصاف بدی. تو عرض کردم مهمترین مسئله ای که حکومت ها و در واقع خلفا رو محدود میکرد شرع، احکام شرع. عثمان در حالی کشته شد که مسلمان و مظلوم و حرمتش واجب بود، پس قاتلان او را به ما سپار و تو امیر و فرمانروای مایی، و اگر یکی از مردم با تو مخالفت ورزد ما همه دست یاری خود را به تو دهیم و زبانمان گواه توست و تو را عذر و حجت باشد. یعنی همه ما دیگه میایم کنار تو، دیگه دلیلی برای مخالفت با تو نیست، و اگه معاویه مخالفت کنه مشخصه که داره کینه ورزی میکنه، با تو سر ستیز داره، چون طلبشو دادی. دیگه کسی طلب کسی رو داده، زیاده مطالبه کردن دیگه میشه ستیز. از اون مسلم خولانی میره، خب این خبر رسید که اومده و از علی خواسته که قاتلان رو تسلیم کن. یاران علی شروع میکنن در کوفه به اجتماع کردن که کاری بکنیم که این مطالبه افرادی مثل ابو مسلم خولانی منتفی بشه. بنابراین همه اینا جمع میشن جلوی مسجد روزی که ابو مسلم خولانی قراره بیاد. ابو مسلم خولانی با اون ابو مسلم خراسانی فرق میکنه، نامش در واقع منابع آورده عبدالله ابن صعبه، حالا به نام ابو مسلم پسر اوست کنیش اینه، بنابراین با اون ابو مسلم خودمون اشتباه نگیریم. ابو مسلم خولانی حالا که داره میاد در میان جوابش رو بگیره، میبینه این همه آدم جمع شدن و همه هم مدعیان که ما قاتل عثمانیم. دیدی از این ترفندها خیلی رخ داده، در صدر اسلام هم بود. برای که کاری منتفی بشه 10,000 نفر 5,000 نفر میان میگن همه ما هستیم، مشارکت کردیم، یعنی ما اون آدم اصلیه رو به تو تحویل نمیدیم. ابو مسلم اجازه ورود دادن، یعنی حالا اومده جواب نامه رو بگیره. به خدمت امیر مؤمنان علی آمد که پاسخ نامش را بگیرد و به وی گفت اینک گروهی را دیدم که تو را با وجود آنان فرمانی نباشد. یعنی تو آدم دی خودت نیستی علی، اینایی که من جلوی در دیدم اینا هستن که روی تو سوارن.
بنابراین عملا تو فرمان نمیدی، چون در برابر این کودتاگران اختیاری برای خودت نداری. گفت چه دیدی؟ گفت به این گروه خبر رسیده بود که تو قصد آن داری که قاتلان عثمان را به ما سپاری. بانگ و فریاد برآوردند و سلاح پوشیدند و ادعا کردند که همگی قاتل عثمانند. علی گفت به خدا سوگند من یک لحظه هم نخواستم آنان را به تو سپارم. این کار تمام شده است. مثل همین خامنه ای دیدی؟ کشش ندهی؟ خیلی جالبه ها. یعنی عبیدالله ابن عمر قتل انجام داد، 13 سال بعد علی میگفت اون باید قصاص بشه. حالا یه گروهی اومدن خلیفه رو کشتن، علی میگه که این کار تموم شده دیگه، حالا پرونده رو باز نکنید، کشش ندهید، به اصطلاح سید علی خامنه‌ای، چون مال دوروری های خودشه، کش ندید اینو. اما مال دیگران باشه تا 20 سالم به دنبال اجرای قصاصن. با توجه به آنچه خود دیدی مرا بایسته است که ایشان را نه به تو و نه به دیگری سپارم. میگه من قرار نیست این را به شما تحویل بدم. این همون آقایی است که دوستان شیعه به ما میگن عادل بوده. عدل علی فقط نسبت مخالفانش بوده یا نسبت به مردمی بوده که به او نزدیک نبودن یا کاری نداشتن، بر نسبت اونا عدل اجرا میکرد. همونجا به صراحت داره میگه یک قاری بزرگ قرآن مثل ابو مسلم خولانی آمده میگه عثمان مظلوم کشته شد، اولیا دم هم داره، اینا باید قصاص بشن. میگه نخیر، من به تو نمیدم. پس نامه را گرفت و بیرون آمد و می گفت اینک پیکار نیک آمد. ببینید اینطوری دشمن درست میشه. یعنی یک آدم موجه رو شما با بیعدالتیت تبدیل میکنی به دشمن خودت. نظام های دیکتاتوری و استبدادی چطور این همه دشمن پیدا میکنن؟ به دلیلی داره. فکر کردید راجبش؟ مردم گمراه نیستن. بلکه شما فضایی رو ایجاد میکنی که یک جبهه عظیمی از مردم جلو شما صف میبند. مردم فساد رو میبینن، جنایت رو میبینن، سرکوب رو میبینن. یه هواپیما رو زدن پاسخ نمیدن به هیچ کس. کشورهای دیگه میگن آقا این دادگاه است، این شرکت ها و سازمان های هواپیمایی هست، بیاد پاسخ بدید به ما، کی زده، چرا زده، برای چی این کارو کردی؟ هیچ پاسخی نمیدن. کیو محاکمه کردی؟ اون فرمانده هوافضا کیه؟ چرا اونو محاکمه نمیکنی؟ دو تا استوار و ستوان رو جمع میکنن به شکل سوری، حالا به دادگاهی هم یه مجازاتی هم به اینا میدن، همشون هم بخشش میکنن دیگه. دیدید دیگه بابک زنجانی این همه اختلاس کرد، سید علی رو بخشید. بکنید چرا؟ چون خدمت میکنن به این فساد. اینا مهره هایی هستن که در استمرار و دوام و بقای رژیم نقش دارن. یه دختر بیچاره رو میبرن به خاطر موی سر 10 سال زندان بهش میدن، خانوادش هم نمیذارن ببینه، هزار جور شکنجه و آزار جنسی و هزار جور. اون آقای زنجانی نام و شهرام جزایری ها و اینا ام المفاسد میان خیلی راحت بخشیدیمش دیگه، اومد بیرون. اون کرباسی شهردار تهران بود، این همه فساد انجام داد. هاشمی گفت آقا زشت شهردار پایتخت تو زندان باشه. خامنه‌ای هم گفت آقا بفرستش بیرون. این عدالته؟ یعنی شما اینا رو عدالت می‌بینید؟ بعد بگید چرا مردم ناراضی هن؟ عزیز من شما به کاراتون نگاه کن. اون سعید مرتضوی این همه جنایت، این همه فلان، می‌بخشن. روز زندان ها شدم، زندان نیست، همش مرخصی هم. یا این چرا بیرونه؟ یه مرخصی آیه پسر هاشمی رفسنجانی
مهدی نمیم کیشون. چرا بیرونه؟ خب مرخصی گرفتی. اه طرف تو زندان نشسته، یه اجازه تلفن نمیدید با خانوادهش صحبت کنه. اما این همه فاسدین مرخصی میان؟ وقتی نظام غذایی مملکت علوی است، همین مثل علی ابن ابی طالبه، پس تعجب نکنید صفین رخ میده، تعجب نکنید فرق سر این آقا شکافته میشه. نه دلیل داره، اون ابن ملجمی که اونجا لعنتش میکنید بر اساس یک دلیلی میاد این کار رو میکنه. میبینی یه آقای آمده جامعه رو به انحطاط کشنده، یک روز دیگران رو به جرم مارقین و فتنه میکشه، یه روز میره افراد مختلف دیگر رو به جرم نمیدونم ناکسان و اینها میکشه، یه روز هم قاستین و اینا درست الفاظی درست میکنه بریم اینا رو بکشیم. کار به جایی رسید که یاران خودش هم در نهروان کش. ابن ملجم ها محصول نهروان هن. نهروان محصول صفینه، صفین محصول مدینه است که قاتلان عثمان او رو میکشن. دستگاه عدالت علی در موردش سکوت. پس نیایید بگید زنجانی ها دیگران چرا محاکمه نمیشوند در این دستگاه، چون عدالتش عدالت علی است. براش مهم نیست جامعه ملتهب میشه، براش مهم اینه که زنجانی مال منه، پولشو بده دزدیشو بکنه، هیچ مهم هم نیست. این آقا آقازاده است، اون یکی نمیدونم فلانزاده است. پس همین دستگاهی است که شما دارید میبینید، دستگاه اینها موجه شده در درون اون ایدئولوژی که مولامون هم همین کارو میکرد. خودیا رو که نمیکشن، خودیا رو که دست دیگران نمیدن. من خودی رو ببرم در دادگاه بین المللی بگم هواپیمای اوکراینی رو چرا زدی؟ نه بابا، این حاجی زاده به دردم میخوره، فردا چهار تا انور دیگر هم برام میکشه. و این مشکلات بزرگ جامعه ماست. به این مسائل در آینده هم خواهیم پرداخت تا شبیه سازی بشه چگونه ما در این ادبار و نکبت گرفتار. سپاسگزارم از تلویزیون فارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه هفته آینده که به این موضوع خواهیم پرداخت، موفق باشید.